گزارش هایی که تجربه گران مرگ تقریبی در سرتاسر دنیا ارائه می کنند، یکی از بدترین انواع سرانجام ها برای ارواح انسان ها مربوط به کسانی است که خودکشی کردند. طبق مشاهدات تجربه گران مرگ تقریبی، ارواح افرادی که خودکشی کردند در یکی از بدترین و دردناکترین انواع عذاب ها گرفتار هستند. خانم تامارا لاروکس یکی از تجربه گران مرگ تقریبی امریکایی است که به علت خودکشی دچار یک تجربه مرگ موقت بسیار منفی شد. او در این باره چنین میگوید: به محض شلیک اسلحه فهمیدم دارم میمیرم. خون از تنم فوران کرد و مرگ به من مستولی شد، طوری که دیگه نمیتونستم چیزی ببینم یا بشنوم. وقتی که روح از بدنم خارج شد، سریع‌تر از نور رو به پایین حرکت کرد و من هر لحظه بیشتر و بیشتر سقوط می کردم. مرتب پایین و پایین تر می رفتم و ناگهان یک انفجار درونم شکل گرفت. انگار یه چیزی مثل اسید منو می سوزند و تنم رو ذوب می کرد. اونقدر وحشتناک و دردناک بود که با هیچ کلمه‌ای نمی تونم دردشو بیان کنم. جهنم بود. اونجا همون جهنمی بود که توی کتاب مقدس بهش دوزخ گفته میشه. همون آتش دوزخ بود که داشتم میچشیدمش. وقتی دورو برم و دیدم، بلافاصله فهمیدم که من مردم. جایی که من بودم کمترین آرامش و راحتی وجود نداشت، بلکه یک جایی پر از وحشت و درد و عذاب بود. من خودم تبدیل به یه موجود وحشتناک شده بودم و دلیلش این بود که اونجا رحمت خدا شامل حالم نبود. در شرایطی که رحمت خدا نباشه، روح تو تبدیل به یه موجود وحشتناک و ترسناک میشه. منظورم اینه که من نقطه مقابل عشق و محبت شده بودم و به همین دلیلی موجود ترسناک و دردمند و تنها بودم که رها شده بود. من اونجا میلیون ها انسان و اطراف خودم میدیدم، ولی به هیچ وجه امکان ارتباط گرفتن با اونا برام وجود نداشت. نمیدونم، یه چیزی شبیه یه دریا بود، ولی خیلی سخت میشه توضیحش داد. شاید یه چیزی مثل یه دریای بیکران که به جای اینکه توش آب باشه، ارواح انسان‌ها بودن. یعنی اون دریا از ارواح انسان‌ها تشکیل شده بود. اونجا حجره‌های زیادی هم بود که توشون پر از انسان‌هایی بود که شرایط یکسانی داشتن و همشون فریاد می‌زدن و جیغ می‌کشیدن. جیغای وحشتناکی که حتی تصورش رو نمی‌تونید بکنید. از فرط درد فریاد می‌کشیدن و جیغ می‌زدن، چون که وجودشون به پایان رسیده بود. البته درک این حرفا برای ذهن مادی انسان‌ها خیلی سخته. من به محض اینکه به هر کدوم از انسان‌هایی که اونجا بودن توجه می‌کردم، نسبت به تمام گذشته و شخصیت و وجودشون آگاه می‌شدم. از درون می‌شناختمشون. یعنی همه یه کارهای اشتباه و خطاها و گناه‌هایی که انجام داده بودن رو می‌فهمیدم. من درباره زندگی که پشت سر گذاشته بودن اطلاعات کامل و بی‌نقص داشتم. حتی دقیقاً می‌دونستم هر کدومشون چه اشتباهی رو درباره خودشون انکار و کتمان کردن. من از درونیات اونا، از احساساتشون، از خواسته‌هاشون و گرایش‌هاشون آگاهی کامل داشتم و درباره اونا به هر چیزی فکر می‌کردم بلافاصله می‌فهمیدمش. انگار هر بار که به اون دریای بیکرانه ارواح انسان‌ها نگاه می‌انداختم، می‌تونستم تمام جهان رو ببینم. بین اون میلیون‌ها انسانی که توی اون وضعیت جهنمی بودن، یه درد مشترک و مشابه وجود داشت و اون این که هیچ کدوم از ما نمی‌دونست چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود و بالاخره چی میشه. و دیگه این که همه ما دلمون می‌خواست به زمین برگردیم و به انسان‌ها هشدار بدیم فریب دشمن اصلی خودشون، یعنی شیطانو نخورن تا به اینجا نرسن و